با مصطفى سفری افسر پلیس تورنتو برنامه از رادیو آرینا با عزیز سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه رادیو پلیس که از طریق رادیو آرینا صدای منو میشنوید من مصطفى سفری افسر پلیس شهر تورنتو هستم در خدمت شما با برنامه زنده پلیس که میتونید شما با شماره تلفن 647 847 3455 سوالات خودتون رو مطرح بکنید و من در خدمت شما هستم تا اونجایی که در توانم هستش پاسخ سوالات شما عزیزان رو خواهم داد دوستان این برنامه با همکاری رادیو آرینا از طرف پلیس تورنتو جهت ارتباط مستقیم با شما فارسی زبانان در شهر تورنتو یا کلا کانادا تنظیم شده و موقعیتی هستش فرصتی هستش که دوستان بخوان در مورد اجرای قوانین سوالی داشته باشن مطرح بکنن هر سهشنبه ساعت چهار بعد از ظهر به وقت تورنتو این برنامه مستقیما از طریق شبکه های مختلف من جمله رادیویی که شما در اتومبیلتون میتونید گوش بدید و از طریق فیسبوک از طریق یوتیوب میتونید این رادیو رو بهش گوش بدید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید تماس بگیرید من خوشحال میشم که صدای شما عزیزان رو بشنوم و با هم دیگه صحبت بکنیم در دل گلگی سوال موضوعی هستش که میتونه باعث بالا بردن آگاهی دیگران هم باشه من آماده شنیدنش هستم من همونجوری که هستم خدمتتون افسر رسمی پلیس شهر تورنتو هستم و این برنامه برنامه جهت تبلیغات نیست صرفا جهت ایجاد یک پل ارتباطی با فارسی زبانان از هر قوم و خیشی که هستند انجام شده و رادیو آرینا زحمت کشیدن که این وقت رو در اختیار پلیس قرار دادن که ما بتونیم یک تقریبا یک ساعتی با شما در ارتباط باشیم قبل از اینکه من به سوالات شما از طریق تلفن پاسخ بدم که شما تلفن 647 847 3455 هستش اجازه بدید من یک مطلبی رو عرض کنم خدمتتون اگر در شهر تورنتو هستید همین روز که میدونید 26 عمومه ماه می 2020 روز سه‌شنبه هستش هوا بسیار گرم و شما شاهد این هستید که تعداد دوچرخه سواران در شهر تورنتو و حومه شهر تورنتو یا جی تی ای تعدادشون خیلی زیاد شده مردم از این فرصت دارن استفاده میکنن و دوچرخ سواری میکنن قوانینی شامل حال دوچرخ سواران و راننده ها هستش که من به صورت بسیار اجمالی بهش اشاره میکنم و مطمئنم که مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت قبل از این همه چیز من اینو عرض بکنم خدمتون شاید برایتون تعجب باشه ولی دو ها طبق قانون باید در خیابون دو چرخه سواری بکنن و شاید این سوال برای شما مطرح باشه که خیلی سیف نیستش خیلی امن نیستش احتمال داره که تصادف بشه و این واقعیت قضیه هستش ما پارسال پنجاه و پنج نفر انسان داشتیم که روی دوچرخه داشتن دوچرخه سواری میکردن و جونشون رو از دست دادن به خاطر تصادف بنابراین هم دوچرخه سواران و هم راننده ها و هم آبرین پیاده باید همکاری بکنن که ما بتونیم امنیت تک تک افراد رو بالا ببریم پس دوچرخه باید در خیابون در منطقه ها سمت راست دوچرخه سواری بکنه و قاعدتا غیر قانونی هستش که شما با دو توی پیاده رو دوچرخه سواری بکنید استثنا فقط برای افراد زیر چهارده سال هستش این مطلب رو من میکنم بهش دقت بکنید که شما به عنوان دوچرخه سوار موظف هستید که به تمام قوانین راهنمای رانندگی احترام بذارید یعنی اینکه اگر چراغ قرمز میشه شما به عنوان یک دوچرخه سوار موظف هستید که پشت چراغ قرمز صبر بکنید تا چراغ سبز بشه این به این معنا نیستش که شما دو تون مثلا قیمتش 100 دلار هستش پس بنابراین این میتونید از چراغ قرمز رد بکنید و اون کسی که مثلا ماشین مرسدس بنز گیرون قیمت داره باید صبر بکنه تفاوتی تو این زمینه نیستش صرفا این هستش که شما به عنوان یک راکب دوچرخه باید به تمام قوانین احترام بذارید و واقعیتش اینه که اگر ما شما رو به خاطر حتی مثلا سب نکردن پشت چراغ قرمز بگیریم میتونیم بهتون جریمه ای بدیم که همون جریمه مساوی و موازی همون جریمه ای هستش که به یک اتومبیل به یک راننده اتومبیل میریم بر همون اساسم در گواهی نامه و رکورد و درایوینگشون تاثیر منفی میگذبه مطلب بعدی که سوال خیلی زیاد میشه در مورد کلاهای ایمنی دوچرخه هستش که ما چه موقع باید از کلاهای ایمنی استفاده بکنیم و چه موقع مجبور هستیم استفاده بکنیم طبق قوانین از سن 18 به پایین شما موظف هستید که از کلاه ایمنی طبق قانون استفاده بکنید یعنی افراد زیر 18 سال باید کلاه ایمنی باشن، داشته باشم. بالای 18 سال صرفا انتخاب شما هستش که میتونید کلاه ایمنی داشته باشید میتونید نداشته باشید من خودم شخصا کلاه ایمنی همیشه دارم ازش استفاده میکنم اگر دو شخص سوار میشم و تفاوتی هم نمیکنه چون به خاطر امنیت شخصی خود من هستش ولی شما موظف هستید که طبق قانون زیر 18 سال از کلاه ایمنی استفاده بکنید. حالا مسئله جریمه به چه شکل میشه بین سنین 16 و 18 سال خود افراد مسئول این هستن که جریمه رو پرداخت بکنن و اگر پلیس متوقفشون بکنه جریمه نقدی هستش کرمینال رکورد نیستش یعنی سوء پیشینه برایشون محسوب نمیشه ولی به حال جریمه هستش که پلیس میتونه به شما بده افراد زیر 16 سال والدینشون موظف هستن که پاسخگوی پلیس باشن اگر پلیس متوقفشون بکنه اگر سوار دوچرخه باشن بدون کلاه ایمنی من یه, دفعه دیگه این مطلب رو خدمتتون عرض میکنم جهت خلاصه افراد زیر 18 سال باید از کلاه ایمنی استفاده بکنن همه باید در خیابون غیر از اتوبان ها از دوچرخه استفاده بکنن یعنی دوچرخه سواری باید در خیابون ها باشه نه در اتوبان ها و شما باید در مونتا علیه سمت راست خیابون دوچرخه سواری بکنید و صرفا افراد زیر 14 سال که معمولا نوجوانان هستن اجازه دارن که از دو شون در پیاده رو استفاده بکنن یک مطلبی من از بکنم خدمتون در اتباع افرادی که رانندگی میکنن و دوچرخه سواران رو در خیابون میبینم شما به عنوان راننده وقتی که یک دوچرخه سوار میبینید که داره توی خیابون دوچرخه سوار میکنه طبق قانون هایور ترافیک اکت یا قانون راهنمای رانندگی موظف هستید حداقل یک متر از این دوچرخه سوار فاصله بگیرید زمانی که دارید از کنارش عبور میکنید این میتونه باعث باشه که پلیس شما رو متوقف بکنه اگه فاصلتون کمتر از یک متر باشه و جریمه که به راننده تعلق میگیره پوینت منفی هم داره دوستان شماره تلفن 647 847 3455 شماره تلفن مستقیم برنامه رادیو پلیس هستش من مصطفی سفری هستم افسر پلیس شهر تورنتو در خدمت شما هستیم با این برنامه زنده که من تا اونجا که در توانم هستش پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهم بودش این برنامه توسط همکاری خوب رادیو آرینا برای ارتباط بهتر با فارسی زبانان کانادا تقراهی شده و من اینجا به حال این فرصت رو استفاده میکنم که با شما ارتباط مستقیمی داشته باشم 647 847-3455 دوستان سوال خیل... سوالات خیلی زیادی در مورد مسئله کرونا و ایمرجنسی اکت پرسیده میشه ما هنوز در وضعیت ایمرجنسی یا استرالی هستیم در آنترویو فعلا یه مقدار قوانین تغییر کرده ولی هنوز اون فاصله های اجتماعی باید رعایت بشه و گرده هم مایه های بالای پنج نفر غیر قانونی هستش افرادی که وارد کانادا میشن از کشورهای دیگه موظف هستن چهارده روز در حالا منزل باشه هتل باشه هر جایی که ورود میکنن باید خودشون رو قرنطینه بکنن و تحت این شرایطی نباید از خونه بیان بیرون باید در نظر بگیرید قبل از اینکه وارد کشور میشید تنظیم بکنید که چجوری مثلا خریداتون رو انجام بدید اگر دوستی دارید آشنایی دارید براتون این کار رو انجام بده ولی صرفا این الان قانون هستش و تا زمانی که این قانون تغییر نکنه که الان ما 26 می هستیم هنوز مصوبه جدیدی از طرف دولت نیامده و اگر مصوبه جدیدی بیاد ما قطعا خدمتتون عرض میکنیم و من از شما خواهش میکنم که خودتون رو بیشتر معنوس بکنید با اخباری که در این زمینه هستش دوستان شما تلفن 647 847 3455 برای شما فارسی زبانان در نظر گرفته شده که تا فکر میکنم که قبل از ساعت پنج فرصت داشته باشید که تماس بگیرید سوالات خودتون رو مطرح بکنید همونجور که از کردم خدمتون این برنامه به صورت مستقیم از رادیو آرینا پخش میشه رادیو آرینا به طرق مختلف میتونید شما گوش بدید بگیرید از وبسایتشون استفاده بکنید و در داخل وبسایت داخل, داخل فیسبوک فقط بنویسید آرینا رادیو آرینا تمام مشخصاتش توی گوگل میاد که از چه طرقی میتونید شما این رادیو رو بگیرید اگر از موج اف ام میخواید استفاده بکنید 105 105.9 HD3 HD3 شو یادتون باشه چون هر اف -E نمیگیره ولی اتومبیل های جدیدی که قطعا شما به حالا از اون دارید استفاده میکنید این قابلیت رو داره که بتونید از این موج استفاده بکنید و زمان رانندگی به این برنامه گوش بدید و انتقاد مسئله مطلب سوالی هر چیزی که دارید من در خدمت شما هستم اجازه بدید من یک موضوع دیگه که سوال خیلی از شما عزیزان هستش رو مطرح بکنم در ارتباط با اینکه پلیس چه شرایطی داره برای کسانی که گواهینامه میخوان بگیرن و شما چجوری باید گواهی نامه آنتاریو بگیرید قبل از هر چیز اینو باید شما در نظر داشته باشید دوستان پلیس در کانادا وظیفش این نیستش که گواهی نامه صادر بکنه سودور گواهی نامه در کشور کانادا به عهده وزارت خونه هستش به اسم مینیستر آف ترانسپورتیشن که به فارسیش میشه وزارت حمل و نقل اون وزارت خونه از شما امتحان میگیره اون وزارت خونه مدارک شما رو بررسی میکنه و همین وزارت خونه به حال ماینه چشم میگیره تمام اینا به عهده این وزارت خونه هستش بنابراین مراجعه شما به اداره پلیس بی سمر هستش چون ما گواهینامه صادر نمی کنیم ولی ما به عنوان افسر پلیس اینو از شما میخوایم که گواهینامه معتبر داشته باشید در زمان رانندگی و این گواهینامه معتبر میتونه های مختلفی داشته باشه مثلا شما اگه از یک استان دیگه ای تشریف آوردید اینجا میتونید شما به یک مدتی از... گواهینامه اون استان استفاده بکنید ولی بستگی داره که اگر شما فرض فرمایید که اینجا ویزیتور هستید فقط صرفا اومدید اینجا از اقوامتون میخواید با اقوامتون ببخشید میخواید یک یک ماهی خونه اینها بمونید و میخواید با اینها در آنتریو باشید شما اجازه دارید که از اون گواهینامه در آنتریو استفاده بکنید و اتومبیل خودتون رو رانندگی کنید صرفا تا سه ماه ولی اگر مثلا شما الان در کبک زندگی میکنید بعد تصمیم گرفتید که زندگیتون رو جمع بکنید و تشریف برید در آنتریو زندگی بکنید شما اگر این تصمیم شما هستش و میخواهید در استان آنتریو زندگی بکنید صرفا اجازه دارید که از گواهینامه کبک به مدت 60 روز یا فقط دو ماه در استان آنتریو استفاده کنید بعد از اینکه این دو ماه تموم میشه روز 61 شما باید گواهی نامه معتبر داشته باشید از استان آنتاریو شما تلفن 647 847 3455 شما تلفن مستقیم برنامه هستش اجازه بدید من با سرکار خانم میترا از شهر تورنتو منطقه نیویورک صحبت بکنم نیویورک آمریکا بله بله اجازه بدید بفرمایید خواهش میکنم میترا خانم من در خدمت شما هستم سلام علیکم سلام از اینکه که برمون وقت گذاشتین البته سوالی که من دارم با عرض شرمندگی به موضوع امروز تون ارتباطی نداره منتهاش در رابطه با اینکه من ساکن بوفالو هستم و صدای شما رو دارم از طریق فیسبوک میشنوم خواستم سوال بپرسم ببینم من بچه هم توی تورنتو زندگی میکنن نه نه. و با توجه به اینکه مرزها الان بسته و من خیلی دلتنگ نوه هم هستم چون دوتا نوه کوچیک دارم و به حساب دخترم هم به من نیاز داره میخواد کارشون کارش رو که بچهش مراقبت کنم شما فکر میکنید با توجه به این قضیه امکانه که من بتونم از مرد عبور کنم هست یا نه میتوه خانم من خیلی متاسف هستم از اینکه این اتفاق افتاده و شما نمیتونید ببخشید گفتید کی هستن توی تو فرزندانتون هستن؟ من دخترم و پسرم هستن. فرزندانتون دخترم چون بچه کوچیک داره و سینگل به بله. من نیاز داره برای اینکه بله. به کاراش برسه یکی باشه از بچهاش مراقبت کنه بله. میخواستم ببینم توی این شرایط من چطوری میتونم بله. این کار بکنم من اه, پاسخ سوال شما از طریق رادیو میدم و خیلی ممنون از اینکه تماس گرفتید خیلی ممنون از خواهش میکنم ببینید مرز های, مرز های مرز مرزهای کانادا و آمریکا کاملا بسته نیستش مرزها باز هستش ولی طبق شرایطی ما صرفا اسنشیال تریپ یعنی اینکه ورود و خروج افرادی که کاملا ضروری هستش براشون این فرصت هستش که بخوان از مرزها استفاده بکنن و برن و بیان منتها شما باید برای افسران مرزبان که افسران پلیس هم نیستن مرزبانی کشور ما و کانادا ببخشید آمریکا در اختیار مرزبانان هستش اینها باید اون شرایط شما رو ببینن که شما چه دلیل قانع کننده ای دارید که میخواید از مرز عبور بکنید من از میکنم خدمتون به عنوان مثال مثلا شما راننده کامیون هستید و شغلتون این هستش که از مرز عبور کنید و به هر حال مواد مایحتاج کشور کانادا رو بیارید به داخل کانادا شما جزء اسنشیال تریپ محسوب میشید و شما اجازه بهتون بدن که از مرز عبور بکنید یا اینکه مثلا شما یک پرستار هستید اون رو زندگی میکنید میخواید برگردید ولی اینکه اگر شما دلتون برای خانوادهتون تنگ شده افسران ما افسران مرز ما من بعید میدونم که متقاعد بشن اجازه بدن شما از مرز عبور بکنید یه مقدارم اگر بخواید شما منطقی با این قضیه برخورد بکنید میبینید که الان به خاطر تکنولوژی مردم همه دارن با هم دیگه از طریق فیسبوک و از طریق اسکایپ دارن با هم دیگه صحبت میکنن و اینکه مثلا طرف به شما احتیاج داره این قابل توجیه نیستش برای افسران مرزی ولی من نمیتونم قطعا بگم که نیست اما اگر شما اون همه مسیر رفتید و براتون گردوندن این آمادگی رو داشته باشید چون من تا به حال نشیدم که کسی به این دلیل از مرز بتونه عبور بکنه همجور که از کردم خدمتون کاملا باید واجب باشه باید مسئله حیاتی باشه که اجازه بدن از مرز شما عبور بکنید در صورت خیلی ممنونم از تماستون دوستان همونجور که از کنم خدمتون این شماره تلفن 647-847-3455 شماره تلفنی هستش که از طریق برنامه پلیس رادیو یا رادیو آرینا شما میتونید با من در تماس باشید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید خانمی به اسم خانم تقیزاده که امسال پناهنده اصلا از ترکیه میخوام بدونن که امسال کانادا مهاجرت میگیره یا نه من اجازه بدید من این مطلب رو کنم خدمتون وظیفه پلیس با وظیفه اداره مهاجرت دو وظیفه جداگانه هستش خیلی از کشورها اداره مهاجرت در اختیار پلیس هستش ولی در کانادا کاملا مستقل هستش من از شما خواهش میکنم که با وبسایت cic.ca .jc.ca um, یه دفعه دیگه من این ویب سایت رو به خدمتون عرض کنم CIC. اجازه بدید من این رو پیداش بکنم خدمتون jc.ca این وبسایت رسمی دولت کانادا در با مهاجرت هستش uh, به این وبسایت تشریف ببرید و سوال خودتون رو اونجا جوابش رو پیدا بکنید uh, پلیس هیچ نقشی در مسائل مهاجرت نداره یعنی نه برای گرفتن مهاجرت نه برای پس دادن مهاجرت ما با افسران مهاجرت کار میکنیم ولی برای اینکه اگه بخواید شما وارد کشور کانادا بشید از طریق پناهندگی یا از هر طریق دیگه ای من درخواست میکنم که حتما به این وبسایت مراجعه بکنی که اطلاعات کاملا واضح و همه چیز در اونجا هستش یه دفعه دیگه من این وبسایت خدمتتون عرض میکنم اه, www. cic.gc.ca گوگل هم که بکنید خیلی سریع این میادش و شما میتونید سوالات خودتون رو از اونجا پیدا بکنید دوستان اگر الان دارید به رادیو گوش میدید من افسر پلیس هستم از شهر تورنتو مصطفا سفری هست اسمم من یکی از افسران پلیس قدیمی فارسی زبان شهر تورنتو هستم افتخار دارم که در خدمت شما هستم این برنامه رو جهت ارتباط مستقیم ارتباط نزدیک با کامیونیتی ف... فارسی زبان در نظر گرفتیم و رادیو آرینا لطف کردن که یک سال از وقتشون رو در هفته به ما ارائه دادن و ما میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم از ساعت چهار تا ساعت پنج بعد از ظهر در خدمت شما هستیم و اگر همین الان رادیو رو باز کردید شما تلفن 647 847 3455 شما تلفن مستقیم استریو هستش نه شما تلفن من شماره تلفن مستقیم استریو هستش که میتونید با این تلفن تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید مطالب مهمی و ما اینجا یعنی من خودم شخصا برای شما ارائه میکنم که قطعا برای شما مهم هستش و میتونه براتون بسیار بسیار حائز اهمیت باشه اجازه بدید با فائز خانم در مورد قرنطینه سوالی دارن باشون صحبت بکنیم بفرمایید فائز خانم روی خط هستید من در خدمت شما سلام خسته سلام جانم فائز خانم بفرمایید من در خدمتتون هستم خواهش من خواستم از حضورتون شما برای کسانی که از کشورهای دیگه میان برای کانادا فرمودین که باید دو هفته در منزل قرنطینه باشن بله اگه میشه یه مقدار فارز خانم بیشتر بلندتر صحبت بفرمایید که شنوندگانم بشنون بله دو هفته باید قرنطینه باشن بله من سوالم اینه که توی این مدت دو هفته برای اینا امکانش هست که حداقل برای واکینگ از خونه خارج شن. یعنی توی همون اطراف خونه برم برای واک کردن و یا اینکه بچه های من مثلا میتونم بیان منزل ما برای دیدن پدرشون به چه صورت این فرایتش اطاعت چشم من پاسخ سوالتون فارز خانم از طریق رادیو از میکنم خدمتون تش... تشکر از تماستون خیلی قانونی که گذاشتن سفن جهت این هستش که ما بتونیم از شر این ویروس کرونا راحت بشیم ما افسران پلیس متخصص مسائل بهداشتی و اینفکشن اینا نیستیم ولی این توصیه که از طرف وزارت بهداشت شده که افرادی که از کشور دیگه میان باید در داخل خونه تقریبا خودشون رو حبس بکنن نه برای حتی پیاده روی نه برای خرید نه برای بازدید نه کسی باید وارد خونه شما بشه نباید کسی از خونه شما غیر از اون سه چهار نفری که هستن برن بیرون ولی اگر مثلا یک نفر فرض کنید که از ایتالیا اومده و چهار نفر از اعضای خانواده در یک خونه هستن اون یک نفر حتی باید کاملا جداگانه زندگی بکنه حتی در اتاق باید خودش رو حبس بکنه ببینید فارز خانم ما واقعا دنبال این نیستیم که مردم رو ببین بهشون جریمه بدیم بهشون زنگ بزنیم تلفنشون رو کنترل بکنیم مردم انقدر باهوش هستن انقدر با سواد هستن که خودشون اینها رو را رعایت میکنن ولی متاسفانه اگر کسی بخواد این قوانین رو زیر پا بذاره و باعث بشه که ما در این موقعیت بدی که الان هستیم بیشتر بمونیم اون موقع جایمه نقدی هستش که برای شما در نظر گرفته شده و جایمش هم نقدی و سنگین هستش در هر این مطلبی هستش که من فکر نمی کنم که هیچ کنم از این کاری که شما گفتید قابل اجرا باشه طبق این قانون و معمولین اجرای قانون میتونن به شما جمعه نقدی بدن آقای فرهاد یک کامنت گذاشتن که اگر دو نفر در یک اتومبیل بشینن ولی از یک خانواده نباشن جریمه داره یا نه من مجددا اینو توصیه میکنم و آقا فرهاد خدمتون عرض میکنم که ما میخوایم دست به دست هم بدیم که از این قول کرونا بیایم بیرون شما اگر دو تا خانواده هستید در واقع شما دو تا مجموعه مختلف هستید و یادتون باشه به حال من قطعا میدونم که اطلاعات آقا فرهاد از اطلاعات من خیلی بیشتر هستش ولی جهت یادآوری من از کنم خدمتون در ظرف تقریبا یازده روز در 90 درصد افراد واریس کرونا هیچ نشونه ای نداره یعنی اگر شما اگر دلتون مثلا برای پسر خالتون تنگ شده که با خانومشون میخوام بیان خونه شما به حال شما هر چیزی که با هم دیگه شیر میکنید مثلا لیوان نمیدونم سر میز میشینید حالا فقط دست دادن و روبوسی نیستش به هر حال شما اجسام رو که با هم دیگه شیر میکنید اینها میتونه انتقال این ویروس رو بده و اگر مثلا شما یه خانواده چهار نفری هستید و با یک خانواده پنج نفری برای مثلا یک شب با همدیگه دیدن دارید میکنید و با همدیگه دور میز نشستید و دارید چلی کباب میخورید یادتون باشه اگر یک نفر از شماها حامل این ویروس باشه میتونید ویروس ها بین بقیه افراد پخش بکنه یا اگه مثلا داخل اتومبیل باشید این کار میتونه باشه ما این اجازه رو داریم که اگر متوجه بشیم که شما از یک خانواده نیستید به شما جریمه بدیم ولی هدف پلیس قبل از هر چیز بالا بردن ایجاد بالا بردن سطح معلومات و آگاهی شما هستش قبل از اینکه ما بخوایم جریمه نقدی بدیم و این جریمه نقدی به هر حال مبلغش هم کم نیستش از 700 دلار شروع میشه به بالا من خواهش میکنم یه مقدار بیشتر رعایت کنید بیشتر تحمل بکنید شرایط عوض شده به هر حال من اینو قبول دارم ولی به هر حال این موضوع هستش در مورد استیکر هایی که آنلاین هستش سرویس کانادا بله بسته است ولی خیالتون راحت باشه ما در مورد این موضوع به کسی جریمه نمیدیم یکی از سوالاتی بودش که آقا فرهاد پرسیدن اگر شما استیکرتون باطل شده ما فعلا جریمه به کسی نمیدیم تا اینکه سرویس کانادا دوباره باز بشه دوستان شما تلفن 647 847 3455 شما تلفن مستقیم این برنامه هستش من یک استراحت خیلی کوتاهی می کنم و بعد از این استراحت کوتاه در خدمت شما هستم که پاسخ سوالات شما عزیزان رو از طریق رادیو آرینا که رادیو پلیس برنامه رادیو پلیس هستش در خدمتتون بدم پلیس کانادا هم شامل مردان می شود و هم زنان می توانند به عنوان افراد پلیس کانادا به خدمت مشغول شوند در کانادا سه گروه از نیروهای پلیس وجود دارند پلیس شهری پلیس استانی و پلیس فدرال در درجه اول مسئولیت کلانترهای کانادا در ارتباط با خدمات دادگاه هاست نگهبان امنیتی نیز الزاما مسئولیت اجرای قانون را ندارند آنها معمولا برای حفاظت از اموال و کسب اطمینان از اینکه کسی به اموال دیگران صدمه نمیزند به کار گرفته شدند اگر شما شاهد یک وضعیت تهدید کننده ی حیاتی و یا وضعیت دیگری که نیاز به مداخله فوری پلیس دارد باشید برای گرفتن کمک با شماره 911 تماس بگیرید این وضعیت می تواند شامل تصادف رانندگی، خشونت، تهدید و غیره باشد اگر در موقعیتی توسط یک افسر پلیس متوقف شده یا مورد سوال قرار گرفتید با افسر پلیس به نحو مناسب صحبت کرده و او را افسر خطاب نمایید مقام و سلطه ای افسر پلیس را بپذیرید و با او مجادله ننمایید برای نشان دادن کارت شناسایی خود آماده باشید چرا که در صورتی که افسر از شما درخواست کارت شناسایی نماید موظف هستید آن را به پلیس نشان دهید هرگز سعی نکنید که به افسر پلیس با پول یا چیزهای دیگر به منظور نگرفتن جریمه و یا دستگیر نشدن رشوه بدهید این یک جرم جدی است و شما را دچار مشکل بیشتری می‌کند اگر توسط پلیس کانادا بازداشت شوید آنها باید این موارد و اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند. بگویند که چه کسانی هستند و به شما شماره نشان پلیس خود را نشان دهند. دلیل بازداشت شما را توضیح دهند و به شما بگویند از چه حقوقی برخوردار هستید. اجازه بدهند تا شما فوراً با یک وکیل تماس بگیرید. اگر وکیل ندارید، باید دفترچه تلفن را به شما بدهند تا شماره تلفن های یک وکیل یا شماره تلفن های بخش کمک های حقوقی را بیابید و بگذارند با آنها تماس بگیرید. در صورت دستگیر شدن شما این حق را دارید که به هیچ سوال غیر از گفتن نام و آدرس خود پاسخ ندهید و این تا زمانی است که وکیلی در آنجا حاضر شود و یا شما با یک وکیل صحبت کرده باشید حق حضور وکیل پس از دستگیری شامل حضور وی در اتاق بازجویی پلیس نمی باشد دوستان خسته نباشید روز بسیار گرمی هستش در شهر تورنتو من مصطفی سفری هستم افسر پلیس شهر تورنتو با برنامه مستقیم رادیو پلیس از طریق رادیو آرینا در خدمت شما هستم این برنامه به صورت مستقیم هستش و همونجوری که از کردم خدمتون قبلا شما میتونید با شماره تلفن 647 847 3455 سوالات خودتون رو مطرح بکنید تماس بگیرید با استودیو و با همدیگه صحبت بکنید مطالب خیلی زیادی گفته شد در این زبطی که شما گوش میکردید ولی من یک مطلبی رو از کنم خدمتتون که یادتون باشه پلیس خدمتگزار شما هستش ما از خود شما هستیم فرقی با شما نمی کنیم ولی صرفا یک وظایفی به ما محول شده سوسن خانم یک سوالی کردن در ظاهران فیسبوک و گفتن این وضعیت استرالی تا کی طول میکشه ما در حال حاضر تا 29 می ماه می ماه می وضعیت ایمرجنسی رو داریم این وضعیت ایمرجنسی دو نوع هستش یکیش در آنتریو هستش یکیش در تورنتو در آنتریو تا جون دوم سکند آف جون این وضعیت خواهد بود اگه تغییری بکنه من توصیه میکنم که شما حداقل هر روز به اخبار توجه بکنید نگاه بکنید شاید این مقدار این اعداد این که چند نفر جونشون رو از دست دادن برای شما خیلی جالب نباشه ولی واقعیت این هستش که اخبار خیلی مهمی داده میشه هر روز و من خواهش میکنم اگر شما در این کشور زندگی میکنید قطعا خودتون رو با این اخبار آشنا بکنید چون وضعیت تغییر میکنه روزانه قوانین تغییر میکنه وضعیت تغییر میکنه ولی این وضعیت به طور موقت تا آخر این ماه هستش اگر ادامه پیدا بکنه و بخواد تمدید بشه از طریق رسانه های گروهی خدمت شما ما خواهیم گفت و خودتون میتونید به حال جویا بشید اجازه بدید دوستان من یک مطلب خیلی کوچیکی رو در مورد رانندگی از کنم خدمتون بعضیا در این باور غلط هستند به خاطر مسئله کرونا الان یه مقدار قوانین شل شده ما یه مقدار ارفاق میکنیم نسبت به مردم یه مقدار تغییر کرده من اجازه بدید اینو برای شما روشن بکنم و بهتون این گارانتی رو بدم این قول رو بدم که ما با متخلفین مثل قدیم برخورد میکنیم و هیچ تفاوتی نکرده حالا اگه میخواد از قوانین رانندگی باشه مثل به خصوص استفاده از تلفن های همراه که یکی از جرم های رایج هستش در سطح شهر میبینیم جریمه ها سر جای خودش هستش اگر شما از سلفونتون یا گو... تلفن همراهتون استفاده بکنید این جریمهش سنگین هستش حداقل از 600 دلار به بالا جریمه نقدی داره و اگر دفعه اول در دادگاه شما محکوم بشید سه نمره منفی به گواهی تون تعلق میگه و گواهی تون برای چند روزی هم حتی معلق میشه یعنی گواهینامه رو از شما میگیرن نه که خود فیزیکیشون بگیرن ولی گواهی نامه رو شما باید اجازه رانندگی ندارید اینجوری بگم خدمتون جرم سنگینی هستش به خاطر اینکه ما تعداد خیلی زیادی آدمایی میبینیم که یا جونشون از دست میدن یا جراحت های شدید پیدا میکنن به خاطر استفاده از تلفن همراه به حال میدونی که این روزا تلفن همراه زندگی ما هستش همه چیز در داخل تلفن همراه ما هستش از بانک گرفته ایمیل مسج فیسبوک همه چیز در تلفن هستش بنابراین این, این یک چیزی هستش یک نیروی هستش که هی ما رو به سمت استفاده از تلفن میبره و زمان رانندگی این موضوع بسیار خطرناک هستش مطلب دیگه ای که من بخواهم از کنم خدمتون ورای این هستش و قوانین جنایی هستش قوانین جنایی کاملا سر جای خودش هست ما با افراد متخلف برخورد میکنیم به خصوص خوشونت های خانوادگی هیچ ارفاقی تو این زمینه پلیس نداره و من از همینجا خواهش میکنم اگر شما در یک خانواده ای هستید که خوشونت های فیزیکی به شما اعمال میشه قطعا با پلیس تماس بگیرید به خاطر اینکه این, که این های فیزیکی میتونه پله به پله بره بالا و به مرحله ای که حتی بعض جونشون رو از دست میدن در هر صورت خشونت های خانوادگی جایی در این جامعه نداره با این قضیه برخورد میشه و با زن و مرد یکسان برخورد میشه تو این قضیه اگر سوالی تو این زمینه دارید دوستان من در خدمت شما هستم شماره تلفن 647 847 3455 شماره تلفن مستقیم برنامه پلیس رادیو پلیس هستش و اگر هر مطلبی که به اجرای قوانین و قوانین هستش میتونید تماس بگیرید من موضوع خاصی رو الان دنبال نمی کنم در این برنامه موضوع میتونه خیلی باز باشه شما میتونید از سوالات مثلا حتی مالک و مستجر سوال بپرسید تا قوانین مثلا قرض دادن اتومبیل یا قوانین تلفن همراه یا قوانین جنایی قوانین جنایی دوستان قوانینی هستش که خیلی بیشتر باید بهش دقت بکنید مثل قوانینی که شامل حال ضرب و تهدید به مرگ اخازی تعرض های جنسی اینها قوانین های مهم هستند قوانین هایی هستند که اگر کسی توسط پلیس دستگیر بشه و مزنون باشه و بهش اتهام زده بشه و این شخص در دادگاه محکوم بشه میتونه باعث کرمال رکورد یا سوی پیشینه باشه که اگه سوالی دارید تو این زمینه من خدمتتون هستم که پاسخ بدم و سوء پیشینه میتونه قطعا زندگی شما رو مختل بکنه در این کشور من خواهش میکنم که به این موضوع بسیار بسیار دقت کنه اگر دچار اختلافی هستید با کسی از طریق درستش عمل بکنید از طریق داگاه عمل بکنید ولی اگر بخواید به زور متوصل بشید بخواید از کارهای فیزیکی و درگیرهای فیزیکی بخواید استفاده بکنید قطعا میتونه براتون در آینده ایجاد مشکل بکنه تهدید به مرگ جرم قانونی محسوب میشه در این کشور شما اجازه ندارید کسی رو تهدید به مرگ بکنید حتی اگر واقعا نیت نداشته باشید که اون شخص رو بخواید بکشید یا زندگیش آتیش بزنید ولی شما اجازه ندارید که کسی رو تهدید به مرگ بکنه و اگر از دست شما شکایت بشه پلیس میتونه این موضوع تحقیق بکنه و حتی این احتمال این هستش که بعضی از افراد هم دستگیر بشن شما تلفن 647 847 3455 شما تلفن مستقیم این برنامه هستش خانم پردیس از در مورد مرزها در رفت آمدها سوالی دارن که من در خدمتشون هستم بفرمایید خانم پردیس من در خدمت شما هستم سوالی در مورد با مرز دارید سلام خسته نباشین بله من هفته پیش برگشتم به باخله و بعد و خب میخواستم بدونم که بعد از چهارده روز میتونم دوباره برگردم تورنتو برای ویزیت همسرم okay. اوکی. شما کجا زندگی میکنید؟ شما محل زندگیتون کجاست؟ خب من مجبورم که همیشه در رفت آمد باشم آه. شما هر دفعه خانم از مرز عبور میکنید هر دفعه بله. تا زمانی که ما در وضعیت ایمرجنسی و استریا هستیم شما باید چهارده روز خودتون رو قرنطینه بکنید ولی حالا این وضعیت امرجنسی تا آخر این ماه معلوم نیستش که تمدید بشه یا نه ولی آمادگی این رو داشته باشید که هر دفعه که برمیگردید من فکر کنم شما اگر مقیم کانادا آمریکا هم که باشید اون قانون اونجا هم هستش شامل من هم میشه بله شامل حال شما هم میشه در ساعت خیلی ممنون از تماستون در دوستان من در خدمت شما هستم با رادیو زنده با برنامه که زنده هستش رادیو پلیس از طریق رادیو آرینا این برنامه به صورت مستقیم از طریق موج FM 105.9 HD3 پخش میشه شما میتونید در روی رادیو اتومبیلتون صدای ماری رو بشنوید من هر سه شنبه این قول رو دادم که در خدمت شما بینندگان باشم ساعت چهار بعد از ظهر ساعت چهار بعد از ظهر این وعده ای هستش که من در خدمت شما هستم اگر این برنامه شما به صورت ضبط شده در روی فیسبوک یا در هر جای دیگه که دارید مشاهده میکنید و میشنوید در جریان باشید که صرفا من روزهای سهشنبه ساعت چهار میتونم از طریق این خط با شما مستقیما صحبت کنم خواهش میکنم سوالاتتون به نحوی باشه که دیگران هم بتونن ازش استفاده بکنن سوالات کلی باشه سوالات های خوبی الان از ما شده و و ما اه همیشه خدمتگذار شما هستیم من خودم شخصا به عنوان افسر پلیس فارسی زبان این افتخار دارم که در خدمت فارسی زبانان عزیز تورنتو و کانادا باشم و خیلی ممنون از اینکه شما از قوانین اطاعت میکنید و میدونم الان ما در یک موقعیت بسیار بغرنجی هستیم که وضعیت کرونا هستش یا کووید 19 ولی قطعا با همکاری همدیگه و دست به دست همدیگه دارن میتونیم از این موقعیت خارج بشیم دوستان هر هفته ساعت چهار بعد از ظهر از شبکه رادیو آرینا من در خدمت شما هستم و این شبکه شما از طریق مختلف میتونید بگیرید من جمله یوتیوب، فیسبوک، راه های خیلی خیلی مختلفی هستش اگه به وبسایت رادیو آرینا مراجعه بکنید میتونید تمام این اطلاعات رو بگیرید. دوستان خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم این اولین برنامه بودش من همونجوری که از کردم خدمتون هر هفته ساعت 4 بعد در خدمت شما هستم. ایام بکام رادیو پلیس برنامه از رادیو آرینا شنبه ها ساعت چهار بعد از ظهر همراه با مصطفی سفری افسر پلیس تورنتو